سرخط خبرها و مهمترین ها. درگیری با طالبان، جبهه مقاومت ملی قربانی داد. استقبال ازبکستان از ایجاد دولت موقت در افغانستان. تلاش ژاپن برای برقراری ارتباط با طالبان در قطر. بایدن: چین اکنون تلاش خواهد کرد با طالبان توافق کند. و همچنان در پایان، 27 هلیکوپتر پاکستانی برای کمک طالبان پنجشیر را بمباران کرد. به نام خداوند بخشاینده و مهربان و با تقدیم سلام به یک دیگر از ویدیوهای کانال جنرال انفو خوش آمدید. یک سرباز جبهه مقاومت ملی افغانستان به رهبری احمد مسعود در پنجشیر کشته شد. اعضای فامیل عبدالمجیب حقجو، یکی از سربازان جبهه مقاومت ملی افغانستان به رهبری احمد مسعود، به این خبرگزاری میگوید که او اوجه شب گذشته در منطقه گداره ولایت پنجشیر در درگیری با گروه طالبان شهید شد. با گفته نزدیکان وی، او 18 سال عمر داشت، تازه مکتب تمام کرده بود و میخواست به دانشگاه ثبت نام کند. شب گذشته منبع سپوتنیک از ولایت پنجشیر از کشتار افراد ملکی در این ولایت خبر داد. با این حال تا کنون گروه طالبان در این مورد چیزی نگفتند. گفتنی است که جنگ در پنجشیر زمان شدت بیشتر گرفت که جنرال حمید فیض، رئیس سازمان استخباراتی پاکستان، به کابل سفر کرد. بسیار از کارشناسان نظامی سفر رئیس ISI و تجدید جنگ در پنجشیر را با هم مرتبط می دانند و برخی می گویند که رهبری جنگ پنجشیر به دست جنرال های پاکستانی است. استقبال ازبکستان از ایجاد دولت موقت در افغانستان. ازبکستان از ایجاد دولت موقت در افغانستان استقبال می کند و امیدوار است در آنجا هماهنگی میان قوم برقرار شود. این مطلب در بیانیه که روز چهارشنبه توسط نماینده رسمی وزارت خارجه جمهوری ازبکستان منتشر شد بیان شده است. در بیانیه آمده است: ما امیدواریم که این تصمیم منجر به دستیابی به اجماع ملی گسترده ایجاد صلح و ثبات پایدار در این کشور گردد. خاطر نشان می شود که ازبکستان برای توسعه گفتگوی سازنده و تعامل عملی با نهادهای دولتی جدید افغانستان آماده گفتگو است. تلاش ژاپن برای برقراری ارتباط با طالبان در قطر. دولت ژاپن اعلام نموده است که جهت برقراری ارتباط با طالبان نماینده دولت خود را به قطر می‌فرستد. کاتسونوبو کاتو، دبیر کل کابینه وزیران ژاپن، اعلام کرده که دولت این کشور نمایندگان را به قطر برای گفتگو درباره تخلیه کارمندان محلی سفارت ژاپن در افغانستان و کارمندان آژانس همکاری بین المللی این کشور که در کابل باقی ماندند به دوحه اعزام میکند. بر اساس گزارش، تسوکاسا اوسمارا، نماینده دولت ژاپن در امور خاورمیانه، بدین منظور انتخاب شده است. از آنجا که دفتر سیاسی طالبان در دوحه واقع است، قرار است اسمو را هماهنگی های را برای نجات کارمندان افغان سفارت ژاپن و کارمندان آژانس همکاری بین المللی ژاپن که در کابل پایتخت افغانستان باقی ماندند در دوحه انجام شود. با گفته کاتو، ژاپن اقدامات طالبان در افغانستان را از نزدیک دنبال می کند و انتظار دارد در صورت لزوم شهروندان باقی مانده در افغانستان و همکاران محلی این کشور بتوانند کابل را ترک کنند. سفارت ژاپن در 15 اگست تعطیل شد و همه مقامات دیپلماتیک ژاپن به دبی منتقل شدند. پس از آن دیپلمات‌ها به قطر فرستاده شدند تا در جهت افغانستان کار کنند. در همین حال تاکاشی اوکادا، سفیر ژاپن در افغانستان که اکنون در دوحه است، روز گذشته با نفر دوم، یکی از مقامات سیاسی طالبان، در دوحه ملاقات داشته است و به او گفته شد در شرایط کنونی غذا و دارو از نیازهای اصلی این کشور می باشد. بایدن: چین اکنون تلاش خواهد کرد با طالبان توافق کند. رئیس جمهور امریکا گفت اطمینان دارد که چین برای هماهنگی و توافق با طالبان بعد از روی کار آمدن این گروه در افغانستان در 15 سپتامبر تلاش خواهد کرد. به نقل از رویترز، جو بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، درباره این که آیا نگران از چین طالبان را بر اساس قوانین آمریکا تحت تحریم قرار دارند تأمین مالی کند، به خبرنگاران گفت: چین با طالبان مشکل جدی دارند.
بنابراین آنها تلاش خواهند کرد تا به نوع همانگی و توافق با طالبان دست یابند. من اطمینان دارم همین طور پاکستان، روسیه و ایران همه آنها تلاش دارند متوجه شوند که اکنون با طالبان چه کنند. او در واکنش به اعلام دولت جدید طالبان گفت: جالب است، صبر کنیم، ببینیم چی می شود. ایالات متحده و گروه 7 برای هماهنگی واکنش هایشان به طالبان توافق کردند و واشنگتن دسترسی طالبان به دارایی های افغانستان را مسدود کرده است تا اطمینان یابد آنها به وعده ایشان برای رعایت حقوق زنان و قوانین بین المللی پایبند می مانند. در پی اعلام تشکیل دولت طالبان و اعطای چندین پست عالی به شخصیت هایی که در نبرد 20 ساله علیه ائتلاف تحت رهبری آمریکا حضور فعال داشتند، واشنگتن نگرانی خود را در مورد دولت طالبان ابراز کرد. نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت که کشورش نگران وابستگی و سوابق برخی از افراد است که توسط طالبان برای تصدی پست های محوری در دولت این کشور تعیین شدند. اما کارشناسان میگویند که اگر چین، روسیه یا دیگر کشورها بخواهند طالبان را تامین مالی کنند، بیشتر این اهرم فشار اقتصادی از بین می رود. پاکستان با حملات پهپادی و 27 هلیکوپتر در جنگ پنجشیر با طالبان کمک کرده است. خام پرس فاکس نیوز به نقل از منابع در فرماندهی مرکزی آمریکا یا سنتکام گزارش دادند که پاکستان با حملات پهپادی و 27 هلیکوپتر حامل نیروهای ویژه به طالبان در جبهه پنجشیر کمک کرده است. پیش از این نیز جبهه مقاومت ملی گفته بود که پهپادهای ارتش پاکستان مواضع آنان را در پنجشیر هدف قرار داده است. با گفته جبهه مقاومت ملی، فهیم دشتی سخنگوی این جبهه نیز در همین حملات پهپادی جان باخته است. به دنبال این وزارت خارجه ایران گفته بود که دخالت نیروهای خارجی در جنگ پنجشیر باید بررسی شود. شرایط روسیه برای به رسمیت شناختن دولت طالبان. لاوروف گفت که به رسمیت شناختن دولت طالبان به چی چیز بستگی دارد. سرگی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه گفت مسکو می تواند در مراسم تحلیف دولت جدید افغانستان مشارکت کند، مشروط بر اینکه دولت فراگیر باشد. و افزود ما می خواهیم از روند تشکیل دولت حمایت کنیم که تمام اقشار جامعه افغانستان از جمله طالبان، از جمله سایر اقوام، نه تنها پشتونها بلکه هزارها، تاجکها، ازبکها و سایر اقوال افغانستان در آن سهم داشته باشند. فقط چنین دولت فراگیر می تواند گذار پایدار به زندگی جدید را تضمین کند. وزیر خارجه روسیه علاوه نموده گفت اگر در مورد این فراگیری بحث شود، من فکر میکنم ما با خوشحالی در چنین مراسم به همراه دیگر کشورهای دعوت شده که بر وضعیت این کشور تاثیر میگذارند شرکت خواهیم کرد. لاوروف گفت که روسیه دعوتنامه طالبان را دارد. از اینکه تا این دم با ما بوده جان سپاس. روزتان خوش.